سلام دوستان به پیج اسکایتو خوش اومدید امروز قرار راجع به سیستم آب و فاضلا به هواپیما و ربط اون به جارو برقی صحبت کنیم در واقع میخوایم با هم دیگه ببینیم دستشوی هواپیما به چه شکار میکنه این تنها چیزیه که شما از دستشوی هواپیما میبینید اما این بیشتر از یه توالت معمولیه این سیستم تشکیل شده از توالت نچندان تمیز، چندین متر لوله کشی، محفظه فاضلاب 170 لیتری، تعدادی دریچه، مولد مکش، زهکش و پنل سرویس. تصور کنید که در حالت کروز قرار دادیم و شما داخل دستشویی هستید و دکمه سیفون و فشار میدید یه سیگنال الکتریکی به سیستم کنترل جریان آب میره و ارتفاع کنونی هواپیما رو چک میکنه شوخی نمیکنم واقعا این کار انجام میده در ادامه توضیحش میدم سیستم کنترل دریچه آب و برگ شستشوی توالت باز میکنه و یه ثانیه بعد شما صدای باز شدن دریچه و مکش محتویات توالت میشنوید اما سوال اینه که چطور ممکنه سیستم فاضلاب لوله ها و محفظه فاضلاب پیوسته تحت فشار مکشن لوله ای وجود داره که به بدنه خارجی هواپیما راه داره به معنی اینکه در ای انتهای کاسه توالت باز میشه اختلاف فشار بین فشار کابین و فشار اتمسفری خارجی فاضلاب رو به درون لوله ها و به داخل محفظه فاضلاب میکشه این یکی از دلایلیه که در دستجویی هیچ وقت درز و هواکشی وجود نداره در غیر این صورت قدرت مکش به قدری زیاده که تمام هوا رو به داخل توالت میکشه تمام هوای موجوده. پس برای اینکه بوی نامطبوع اونجا رو از بین ببرید میتونید دکمه سیفون رو چندین بار فشار بدید و برخلاف این شایعه باید بگم که خیر فازلاب وسط آسمون به بیرون ریخته نمیشه هرگز فرض کنید الان روی زمینی ما شما داخل هواپیمایی ولی هواپیما تخطیر داره شما تصمیم میگیری به دستشویی بری در آخر شما دکمه سیفون رو میزن یا سیستم کنترل جریان آب توسط اندازه گیری فشار ثبت میکنه که هواپیما همچنان روی زمینه همانطور که کمی قبل گفتم ارتفاع و میسنجه پس اختلاف فشاری وجود نداره که مکش مورد نیاز رو ایجاد کنه اینجاست که مولد مکش وارد عمل میشه این مولد با برق کار میکنه و دقیقا مثل جارو برقی منزلتون عمل میکنه این مولد فشار مکشو در محفظه و لولای فاضلاب ایجاد میکنه تا توالت به درستی عمل کنه دفعه بعدی که روی زمین از توالت پشتی ایباس استفاده می کنید وقتی دکمه سیفون رو می زنید به صدای موتور الکتریکی مولد مکش دقت کنید اما حواستون باشه که اگه خلبان در حال خاموش کردن هواپیما باشه شما به نیروی الکتریکی کافی برای زدن سیفون احتیاج دارید پس در شرایطی که هیچ نیروی الکتریکی زمینی موجود نباشه باید واحد توان کمکی یعنی ای پیو رو برای سیفون راه اندازی کرد و بهتون قول میدم که این هزینه برترین استفادهتون از توالت میشه سیستم کنترل جریان زمانی که محفظه پر باشه یا سیستم خراب باشه خاموش میشه میزان آب و فاضلاب و میشه از FAP یا همون پنل مهماندار چک کرد در صورتی که مفاظم پر باشه از اونجا که داخل کابینه امکان بررسی این سیستم وجود نداره مهماندار کابینه رو مطلع میکنه در نهایت اونا توسط رادیو خدمات آب و فاضلاب و از فرکانس مخصوص خدمات تقاضا میکنن زمانی که کامیون خدمات رسید لوله بزرگی به پنل سرویس انتهای هواپیما متصل میشه و در چه ای باز میشه و با محفظه فاضلاب تا چند سانگه تخلیه میشه کامیون دیگه ای فرا میرسه و شیلنگ رو به بخش آب آشامیدنی متصل میکنه و محفظه آب آشامیدنی رو پر میکنه سیستم آب آشامیدنی به طور کلی مستقل از سیستم فاصلابه و جدا از آبیه که برای شستشوی توالت حین سیفون استفاده میشه این سیستم شامل این قسمت هاست آب دیویس لیتری، لولایی که به سینکا و قهوه راه دارن، آب گرم زیر سینک دستشویی، بخش اتصال آب ورودی و تخلیه و لوله تخلیه. حین پرواز بخشی از سیستم هوای متراکم موتور به محفظه آب راه داره تا فشار سیستم رو تنظیم کنه و نیروی کافی برای روندن آب داخل لوله ها رو ایجاد کنه تا شما بتونید در سینک دستاتون رو بشورید. در زیر سینگ آب گرم کنه الکتریکی وجود داره تا شما بتونید هم از آب گرم و هم آب سرد استفاده کنید. اگه دقت کرده باشید کمی قبلتر گفتم محفظه آب دیویس لیتری مستقل از سیستم فاصل آبه. پس آبی که استفاده شده کجا میره؟ این چیزیه که احتمالا نمیدونستید به بیرون ریخته میشه زمانی که دستاتونو رو میشورید آب صابونی از لوله های زهکش عبور کرده و بسته به اینکه از کدوم دست روی استفاده کرده باشید به قسمت جلویی یا انتهای هواپیما میره و از طریق لوله زهکش به خارج از هواپیما میره این لوله تحت گرماست تا از منجمد شدن لوله جلوگیری بشه در پروازهای زمستونی هر دو سیستم باید قبل از توقف طولانی هواپیما تخلیه بشن تا محفظه ها منجمد نشن و آب و ساگیر بخش های اساس داخل هواپیما آسیب نبینند. امیدوارم از توضیحاتی هم در مورد سیستم آب و فاضلاب به هواپیمای مسافر برای لذت برده باشید باید بگم که این اطلاع در مورد مدل a 320 ولی اساس سیستم آب و فاضلاب در اغلب هواپیماها به همین صورته ممنون از زمانی که برای تماشا این ویدیو گذاشتید یادتون نره که پیج این استگرام رو فالو داشته باشید و اون رو برای دوستانتونم بفرستید براتون آرزوی موفقیت میکنم تا ویدیو بعدی خدا نگهدار